خب در مورد جمع و جمله امری صحبت میکنیم، اینکه چجوری کلمه رو ما توی زبان فنلاندی جمع ببندیم و در مورد جمله امری به صورت مفرد صحبت میکنیم. منظورم از مفرد یعنی اینکه شما وقتی که به یه چیز یک کسی رو امر میکنید دو حالت داره، یا اینکه به یه نفر دارین امر میکنید یا اینکه به چند نفر دارین امر میکنید. اینجا فقط در مورد مفردش یعنی یه نفرش میخوایم بحث کنیم. خب اول اینکه جمع توی زبان فنلاندی یه نشانه داره، خب که معمولا آخر اسم ها میاد، آخر کلمه ها میاد و نشانهش ت هست، حرف ت. مثلا یه مثال میزنیم، آتو یعنی ماشین. اگه این جمع بشه بخواد بشه ماشین ها میشه آتوت، یعنی که آخرش ت میاد. یا مثلا تالو که میشه ساختمان، و اگه بخواد جمع بشه میشه، اگه بخواد بشه ساختمان ها میشه تالوت، میدونید که تی آخرش میاد. و اوپیس کلیا میشه دانش آموز و جمعش میشه اوپیس کلیات. همچنین کاوپونگی که میشه شهر، شهرها یعنی جمعش میشه کاوپونگیت. میدونید که قانون کوپته هم همیشه رعایت میشه توی جمع بستن کلمه ها. و خب آخرین چیز هم در مورد جملات امری هست که سینا پرسونا، یعنی داریم این سینا پرسونا همون معنی مفرد میده، یعنی که به شخصیت دوم داریم امر میکنیم، به شخص دوم که تو هست امر میکنید به یه کاری. و معمولا از فعل ساخته میشه، از فعل ها جملات امری ساخته میشه و دو حالت داره. اول اینکه پوزیتیوینن هست یا اینکه نگاتیوینن. پوزیتیوینن یعنی اینکه امر میکنید به یه کاری، نگاتیو اینه نهی میکنید یه کاری، یعنی میگه یه کاری رو نکن. پوزیتیو اینه یه کاری بکن، نگاتیو اینه یه کاری رو نکن. مثلا یه مثال، لوئن یعنی میخونم، میخونم. و همیشه این نکته هم بگم که جملات امری از فعل مینه همیشه درست میشه، یعنی مثلا بخوای بگی بخون باید اول مینهشو به دست بیاری از ضمیر مینه که میشه مینه لوئن، و بعد اگه بخوایم بگین بخون فقط کافیه اون نشانه زمین رو، اون پته رو وردارین، مثلا اینجا انوور میدن فقط مثل لوه، یعنی بخون بخون. و اگه بخواین منفیش کنید و بگین نخون، اگه بخواین نگاتیوینش کنید یعنی نخون، یک کاری رو نکن، از کلمه اله به اضافه اون فعل میکنید، وارتالوی فعل اله لوه یعنی نخون، لوه بخون، علالوه نخون. یا مثلا سوئن که یعنی میخورم، من میخورم. و اگه بخوای بگی بخور میگی سوه، سوه. فقط میگی که انو برداشتیم، یعنی ان که نشانه ضمیر مینه هست و برداشتیم، پس سوه. یا علالسوه نخور. یا مثلا طولن میام، وقتی بخوای بگی بیا میگی طوله، طوله. و اگه بخوای بگی نیا میگی علالطوله، اله طوله. اله همیشه توی جملات منفی امری به کار میبره. یا مثلا هران یعنی بیدار میشم، هرا بگی یعنی بیدار شو، اله هرا یعنی بیدار نشو. و آخرشم والیتسن یعنی من انتخاب میکنم، میخوای بگی انتخاب کن والیتسه، یعنی که باستم انو برداشتیم نشانه زمین. و اگه بخوای بگی انتخاب نکن اله والیتسه. خب اینم در مورد جمع و جملات امری توی زبان فنلاندی.